به نام خدا با عرض سلام و تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 عقرب سال 1398 خورشیدی که برابر می شود به 8 نوامبر سال 2019 میلادی. در نخواه سرخط خبرها. کشته شدن دو فرمانده کلیدی طالبان در ولایت فاریاب. برگزاری برنامه سرود سال با حضور شاعران و نویسندگان بلخ. هدف برنامه سرود سال ترویج سال هست، پروریش سال هست. و نمایشگاه سانسی دانش آموزان مکاتب افغان ترک در شهر مزار شریف. ما در مدت کوتاه برای تجهیز لابراتوارهای مکاتب به هزینه $1,000,000 وسایل جدید خریداری کردیم. مشروع خبرها. اداره ارگانهای محل در ولایت بلخ به هدف سال برنامه را تحت نام سرود سال میان شاعران و نویسندگان بلخ برگزار کرده است. شاعران و فرهنگیان برگزاری چنین برنامه ها را در راستای پیام دادن سال به طرف های درگیر تأثیر گذار می دانند. سرود صلح نام این برنامه است. در این برنامه سخن از صلح است، صلحی که سال هاست سوژه محافل سیاسی و فرهنگی است. اداره ارگان های محل این برنامه را برگزار کرده است. هدف برنامه سرود صلح ترویج صلح است، پروریش صلح است. ما یک صلح به معنای قطع جنگ داریم که او کار سیاسیون است، اما یک صلح ذرت داریم که اسهان تخریش شده اجتماع را ما باید آسیب هایش کم کم از طریق از این برنامه ها بر بچینیم. شاعران بلخی که در این برنامه اشتراک کرده اند میگویند برگزاری هر برنامه ای که در آن سخن از صلح است میتواند با اهمیت باشد. این برنامه به خاطر تشویق مردم به خاطر صلح و همچنان به منظور ای که یعنی تبلیغ ارزش و اهمیت صلح در افغانستان بر مردم برگزار شد و صلح باشد عشق و معنای بهار، گر نباشد صلح گل خاکستر است. و یکی ای است که ایره نشان میده که ما مردم افغانستان چقدر تشنه صلح هستیم و خواستار صلح همیشگی هستیم. برگزار کنندگان این برنامه میگویند سرود صلح یک کاروان دادخواهی است و حضور شعرا و نویسندگان در این برنامه با پیام صلح میتواند در جامعه برای ترویج پیام صلح مؤثر واقع شود. دانش آموزان لیسه های افغان ترک در شهر مزار شریف در یک نمایشگاه ساخته های دستیشان را در بخش ساینس به نمایش گذاشتند. رئیس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان می گوید کشورش برای تجهیز لابراتوارهای مکاتب افغان ترک حدود $1,000,000 به مصرف رسانیده است. رئیس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان در ادامه همکاری کشورش برای بهبود کیفیت معارف افغانستان اطمینان می دهد. دانش آموزان مکتب های نسوان و زکور افغان ترک در شهر مزار اینجا زیر یک سقف برای نمایش ساخته های ساینسیشان گرده هم آمده اند. این نمایشگاه به هدف تشویق دانش آموزان از سوی بنیاد معارف افغان ترک برگزار شده است. محمد صالح دانش آموز صنف دهم افغان ترک در این نمایشگاه دستکش هوشمندی را به نمایش گذاشته است. ساله کارایی دستکشش را چنین بیان میکند. ما چیزی که ساختیم دستکش است. ما دایی از چیزایی که استفاده کردیم لایت است، الکتریک شوک است و تلفن است. کاربردی درس پلیسی است، درس نظامی است و همچنان این را میتونیم خود اشخاص هم استفاده کنند. پلوشه دانش آموزی که تخته الکترونیکی ساخته است میگوید بنابر حساسیت برخی معلمان و دانش آموزان از تباشیر می توانند از این روش استفاده کنند. یعنی بعضی از استادا بعضی از شاگردا حساسیت دارند توسط از تباشیر یا از دیگه چیزا و ما این را به خاطر ساختیم که از این سهولت زیاد و در وقت کم این تخته پاک شود. رئیس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان از برگزاری چنین نمایشگاه در شهرهای کابل، هرات و جلال آباد در آینده خبر می‌دهد. رئیس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان می‌گوید برای تجهیز لابراتوارهای مکتب‌های افغان ترک در افغانستان
حدود 1 میلیون دلار به مصرف رسانیده است و دانش آموزان مکاتب افغان ترک با ساخت صدها پروژه ساینسی استعداد و توانایی های خود را به نمایش می گذارند. پیش از این ما در شهر شبرغان چنین نمایشگاه را برگزار کردیم و در آینده در شهرهای کابل و جلال آباد نمایشگاه ساینسی دانش آموزان را برگزار می کنیم. ما در مدت کوتاه برای تجهیز لابراتوارهای مکاتب به هزینه 1 میلیون دلار وسایل جدید خریداری کردیم. رئیس بنیاد معارف افغان ترک در افغانستان از ساخت مکتب‌های ابتدایی در شهر مزار شریف و کابل در آینده نزدیک خبر داد. به گفته او این مکاتب که به گونه اساسی ساخته می شود ظرفیت جذب حدود 300 دانش آموز را در دوره ابتدایی خواهد داشت. کشته شدن دو فرمانده کلیدی طالبان در فاریاب و چند خبر دیگر در نگاه زود گذر. مقام های امنیتی در کابل می گویند که در نتیجه انفجار 4 نظامی و 1 فرد ملکی زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله میگوید در مربوطات حوزه 19 شهر کابل نزدیک کمپ KMTC یک انفجار ناشی از پرتاب 2 بمب دستی صورت گرفت، در نتیجه 4 نیروی امنیتی و 1 غیر نظامی زخمی برداشتند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. قلورده 209 شاهین اعلام کرده است که در نتیجه حمله هوایی نیروهای امنیتی در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 2 فرمانده طالبان کشته شدند. محمد حنیف رضایی سخنگوی قلورده 209 شاهین میگوید شب گذشته در نتیجه یک ضربه هوایی توسط تیاره‌های A-29 در قریه دومقلعه ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 2 طالب کشته شدند. آقای رضایی همچنان گفته است که در جریان این رویداد 4 جنگجوی طالب به قتل رسید که ملا احمد و قاری میراج 2 فرمانده کلیدی طالبان نیز جزء کشته شدگانند. توجه کنید به خبرهای ورزشی با همکارم حمید رضا برخی. لطیفه حیدری ملی پوش کاراته کار کشور با شکست حریفانی از کشورهای هند و لبنان توانست مدال برنز رقابت‌های آزاد گرند پراس امارات را به دست آورد. در سومین و آخرین روز از مسابقات گرند پراس که در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار گردید، لطیفه حیدری ورزشکار تیم ملی کشور که پیش از این یک مسابقه را برابر حریف اماراتی واگذار کرده بود، با شکست 2 حریف از هند و لبنان مدال برنز رقابت‌های آزاد کاراته گرند پراس امارات را در وزن منفی 50 کیلوگرم به گردن آویخت. پیش از این نیز قدرت الله عبیدی دیگر کاراته کار کشور دیروز با پشت سر گذاشتن حریفانی از هند و امارات مدال نقره این رقابت ها را در وزن 55 کیلوگرم کسب کرد. دو ورزشکار دیگر کشور ناهید امینی و سمیع الله عثمانی با پذیرش شکست به کار خود در این مسابقات پایان بخشیدند. گفتنی است که در این رقابت ها 4 ورزشکار به شمول 2 بانو شرکت کرده اند که در نهایت پس از کسب 1 مدال نقره و 1 برنز به کشور باز می گردند. قابل یادآوری است که در این دوره از مسابقات 963 کاراتکار از 32 کشور با هم به رقابت پرداختند. تیم ملی فوتبال کشور قرار است فردا سه‌شنبه نخستین بازی برگشت خود را در چارچوب بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های آسیا 2023 برابر قطر برگزار نماید. انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال کشور به این باور است که قطر قهرمان آسیا است، اما از شرایط خوب تیمش نیز در این رویارویی دشوار سخن گفت. سرمربی تیم ملی کشور در این مورد افزود: فراموش نشود که قطر قهرمان آسیا است و این بازی حساسی برای ما خواهد بود. ما از دیدارهای گذشته برابر این تیم تجربیات لازم را کسب کرده ایم. ما در بازی قبلی برابر قطر دفاعی بازی نکردیم. انتقادهای هم در این مورد وجود داشت که چرا دفاعی بازی نکردیم. تلاش ما این است که همین سبک فعلی را ادامه دهیم. انوش دستگیر در پاسخ به پرسش خبرنگاران که آیا تغییراتی در ترکیب تیم ایجاد خواهد شد گفت:
احتمال تغییر در ترکیب وجود دارد، چون دو بازیکنی که قبلا در ترکیب تیم شامل بودند حضور ندارند. حسین امینی هم بازی نمی کند و امید پوپلزای به دلیل مصدومیت راهی هالند شد. حالا هم نرخ اسعار در بازارهای امروز کشور. دلار آمریکایی 78 افغانی و 30 پول، یک یورو واحد پولی اروپا 86 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار هندی 11% افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 497 افغانی. پیش بینی وضعیت آب و هوای بلخ و بخش‌های از شمال. مزار شریف ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. سرپل ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2. میمنه ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. فیض آباد ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9. طالقان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. کندوز ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. بغلان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 4. شبرقان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 5. ایبک ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. این بود تازه‌ترین رویدادهای خبری که تقدیمتان شد. از همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.